باز هم به برنامه گفتگو با یک خوش آمدید و مهمان این برنامه ما سفیر کشور شاهی نروژ آقای کورا آر است می باشند. چرا بیشتر توجه خود را بالای فاریاب متمرکز ساخته اید؟ چرا ولایات جنوب افغانستان را کمک نمی کنید؟ تأکید بیشتر ما روی برنامه های ملی کشور می باشد. از این جهت ما می خواهیم کمک های توسعه خود را صرف برنامه های ملی کشور نماییم. همزمان با حضور سربازان نظامی ما در ولایت فاریاب، ما می خواهیم بخشی از این کمک ها را برای رشد و توسعه اقتصادی در این ولایت به مصرف برسانیم. امیدوارم در این راستا موفق شویم. نروژ یکی از کشورهای می باشد که بیشتر در بخش انکشاف ملکی توجه داشته است. چرا؟ خب ما می خواهیم در بخش بازسازی افغانستان سهم فعال داشته باشیم. حضور ما در افغانستان تنها به عملیات نظامی مختص نمی شود، بلکه ما می خواهیم در بازسازی و توسعه انکشافی افغانستان که به آن نیاز مبرم بوده است نیز سهم داشته باشیم و این فعالیت ها بر اساس تقاضای سازمان ملل نیز صورت گرفته است. یکی از مسائل دیگر در افغانستان عبارت از فساد می باشد که بعضی مردم می گویند که فساد خطرناکتر از بی‌امنی در افغانستان می باشد. نظر شما در این باره چیست؟ آیا شما کدام پیشرفت را در زمینه کاهش فساد در ادارات دولتی و بین المللی تا حال دیده اید؟ خب باید بگویم که در کنفرانس کابل درباره ریشه‌کن کردن فساد اشاره شد و دولت افغانستان تعهد سپرد که در این راستا مبارزه خواهد کرد. در مورد ریشه‌کن نمودن فساد باید بگویم که عامد کرزی نیز در کنفرانس کابل به آن اشاره کرده بود که برای ریشه‌کن نمودن این پدیده اقدامات جدی را به خرج خواهد داد و من امیدوار هستم که دولت افغانستان در این راستا موفق گردد. زمانی که حامد کرزی در افغانستان برای بار دوم رئیس جمهور گردید و اتحاد سپرد که فساد را در افغانستان کاهش خواهد داد و در آن زمان ظاهراً کشورهای بین المللی و شخص اوباما گفت که وی انتظار دارد که در 6 ماه آینده در فساد کاهش به وجود بیاید، اما این رخ نداد و ما کدام پیشرفت را در این راستا ندیدیم و شخص هم بازداشت نشد و شما میگویید که تعهد در این راستا وجود دارد. آیا شما با تعهدات قانع میشوید؟ Are you satisfied just with the commitment? You wanted to see some progress as well on the field. No, I'm not satisfied with the commitments. Mm-hmm. The commitments they have to be implemented. نه خیر، من تنها با تعهدات قانع نمیشم. تعهدات باید عملی شود و در اینجا باید مبارزه بر ضد فساد به صورت عملی وجود داشته باشد. تعهدات درباره مبارزه بر ضد فساد صورت گرفته است که این خیلی خوب است، ولی باید در عمل نیز پیاده شود. ما امیدواریم که کارهای زیادی در این ارتباط صورت گیرد و اگر کدام کاری در این قسمت صورت نگیرد، در این صورت عواقب به هم را خواهد داشت. شما چه پیشنهاد را برای کاهش فساد برای دولت افغانستان دارید؟ خب چیزی که ما زیادتر خواهانان می باشیم نتایج مبارزه علیه فساد می باشد، چون با موجودیت فساد در افغانستان ما نمی توانیم به کمک های خود ادامه دهیم و ما این نتایج را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در صورتی که کار صورت نگرفته باشد ما کمک های خود را متوقف خواهیم کرد. در صورت پیشرفت ما به کمک های خود ادامه خواهیم داد. همچنان ما می خواهیم در مبارزه علیه فساد و بلند بردن ظرفیت حکومت داری با دولت افغانستان همکار باشیم. یکی از مواردی که آقای کرزی از آن شکایت کرده عبارت از ایجاد حکومت موازی با حکومت افغانستان از طرف کشورهای خارجی می باشد و وی گفت که بعضی از کشورهای خارجی حکومتهای محلی را حمایت می کنند و کمکهای خود را مستقیما به آن حکومتها می دهند. And wanted to help the fund or the help donation goes through the local government, and he says it's not acceptable by Afghan government. What do you think about this? بعد از انتخابات دوباره حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور مشروع افغانستان و انتخابات پارلمانی که قرار است به زودی برگزار شود، ما باید با نهادهای مختلف همکار باشیم. ما همچنان باید با نیازمندی های مردم ولایت ها هم رسیدگی نماییم
در مورد چگونگی روابط میان دولت مرکزی و حکمرانان محلی باید بگویم که این موضوع تعلق میگیرد به دولت مرکزی افغانستان. ما تلاش می نماییم که در کنار تقویت دولت مرکزی افغانستان از حکمرانان محلی نیز حمایت کنیم. همکاری نیروهای ما در ولایت فاریاب نمونه‌ای از فعالیت‌های مایوی در جهت کنترل اوضاع امنیتی است. مقامات افغانستان نیز مسئولند که کنترل اوضاع را در دست گیرند. بیننده های عزیز، این برنامه بعد از یک وقفه ادامه دارد.